در کنار این تلخی دیگری که وجود دارد این است که در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مونده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانند، کفر بدانند. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اگر اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردند، اگر جرأت می‌کردند قبر مطهر پیغمبر را هم ویران می‌کردند، به خاک یکسان می‌کردند. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسان‌های بدندیشی. احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند و این رو جزء وظایف دینی بشمارند، در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردند، اینو بدانید سرتاسر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. از هند، از شرق اسلام، جغرافیای اسلام، تا غرب جغرافیای اسلام علیه اینا بسیط شدند.